پیوستن کتایون ریاحی به جنبش من هم و افشاگری که علیه سعید پور صمیمی انجام داد و گفتش که 25 سال پیش ایشون به من تعرض کردن. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های کتایون ریاحی رو با هم میشنویم. شما برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام ماموران همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. این روزا همه جا خبر از جشنواره کن و درخشش بازیگرانمون توی این جشنواره هستش که یکی از این بازیگرا سعید پورصمیمی، بازیگر پیشکسوت کشورمونه که خیلیا علاوه بر بازی اون بی‌حاشیه بودن و بدون جس و ادا بودنش توی جشنواره کن رو مورد تحسین قرار دادن. ولی خب امروز کتایون ریاحی یه افشاگری علیه این بازیگر پیشکسوت انجام داد که کمتر کسی انتظارش رو داشت. هم کتایون ریاحی، بازیگری که همه اونو به عنوان یه بازیگر بی‌حاشیه میشناسن، هم سعید پورصمیمی و این افشاگری که کتایون ریاحی کرده بود همه رو متعجب کرد. کتایون ریاحی اول توی یه استوری توی پیج این استگرامش به جنبش میتو پیوست و صحبت‌هایی رو انجام داد. اون توی استوری این استگرامش نوشت: بعد از 25 سال سکوتم را شکستم. واکنش‌های زیادی دریافت کردم، اما گویا مصلحت اندیشی در کن باعث شده 800 زن نسبت به استوریم بی عکس العمل باشند. این عکس مربوط به 25 سال پیش است. این سالها آقای داوود رشیدی ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای پورصمیمی دستیار یا معاون بودند. من توسط همکاران خودم و در خانه سینما به اتهامات واهی، بازجویی و مؤاخذه شد. آقای پورصمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود، با سوء استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد. روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم. هنوز پس از 25 سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافته و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار اگر نشود، اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشد، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت میکند. خب دوستان، این بود صحبت‌های کتایون ریاحی درباره سعید پورصمیمی. حالا نمیدونم تعرضی که به ایشون شده چی بوده و جزئیات بیشتری نگفته، ولی خب باید منتظر باشیم ببینیم واکنش آقای پورصمیمی چیه و بالاخره این قضایا به کجا ختم میشه و کسی بالاخره محاکمه میشه یا نه. حتما نظرتون رو بر ما توی بخش کامنت ها بنویسید و بگید به نظرتون صحبت های کتایون ریاحی چقدرش میتونه واقعیت داشته باشه. حتما نظرتون رو بر ما کامنت کنید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا کنید.